سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران در آستانه سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از خانواده های کشته شدگان انقلاب گفته است به نظر او هر انقلابی لزوما مثبت نیست آقای خاتمی گفته انقلاب هایی بودند که جامعه را به عقب برگرداندند و به جای رژیم های فاسد و جبار رژیم های فاسدتر و جبارتر سر کار آوردند و نفس مردم را گرفتند وی انقلاب مثبت را انقلابی دانست که بدی را با خوبی عقب افتادگی را با پیشرفت استبداد را با آزادی و مردم سالاری و بیعدالتی را با عدالت جابجا کند آقای خاتمی تاکید کرده نباید اجازه داد برخی نارسایی ها و کجی‌ها سبب شوند تا جوانان نسبت به انقلاب بدبین شوند. آیا خاتمی ابراز امیدواری کرده که به برکت انقلاب شاهد رفع محدودیت ها و حصر ها باشیم. رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با پرسنل نیروی هوایی گفت با این سخن آمریکایی ها که بارها توافق نکردند را بهتر از توافق بد خواندند موافق است در همین حال جانکری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است اگر در مذاکرات هسته با ایران تا اواخر ماه مارس توافق کلی به دست نیاید این مذاکرات ادامه پیدا نخواهد کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته شکست مذاکرات هسته آخر دنیا نیست و فکر نمی کنیم تمدید دوباره مذاکرات به نفع کسی باشد در سال روز اعلام همبستگی فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با نخستین رهبر جمهوری اسلامی روح الله خمینی شماری از مسئولان فرماندهان و پرسنل این نیرو با جانشین او علی خامنه ای دیدار کردند مهمترین بخش از سخنان خامنه ای در این دیدار به مذاکرات هسته ای ایران با کشورهای پنج به علاوه یک مربوط میشد که به گفته مسئولان ارشد دو طرف به مرحله حساس و تعیین کننده ای رسیده است آقای خامنه در این دیدار گفت توافق نکردن بهتر از توافقی است که با منافع ملت ما در تضاد است میزان و چگونگی قنیسازی اورانیوم در ایران و نحوه لغو تحریم ها از مهمترین موضوع های مورد اختلاف میان مذاکره کنندگان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک است رهبر جمهوری اسلامی در این مراسم گفته است مذاکره کنندگان ما تلاش می کنند که حربه تحریم را از دست دشمن بگیرند. اگر توانستند که چه بهتر؟ اگر نتوانستند همه بدانند راههای فراوانی در کشور هست که این حربه را کند می کند، وزیر خارجه و سرپرست مذاکره کنندگان هسته ایران محمد جواد ظریف که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با همتای آمریکایی خود جان کری گفتگو کرده در یک نشست خبری خواهان رفع کامل تحریم ها شده است شش قدرت جهانی به ویژه آمریکا لغو کامل و یکباری تمام تحریم را رد می کنند و می گویند این کار زمانی انجام خواهد شد که آژانس بین المللی انرژی اتمی قادر به تایید صلح بودن برنامه هسته ای ایران باشد. رئیس جمهور حسن روحانی چند پیش گفته بود مذاکرات بر مبنای رسیدن به نقاط مشترک پیش می روید. آقای خامنه با تایید این سخنان گفت بر همین اساس نباید در مذاکره یک طرف با رفتار غیر منطقی تلاش داشته باشد که آنچه مورد توقع اوست محقق شود. پس از چند دور مذاکره محرمانه مستقیم میان مقام های ایرانی و آمریکایی که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی شروع آن را دو سال پیش از پایان عمر دولت دهم ده اعلام کرده گفتگوهای هسته‌ای ایران با شش قدرت جهانی با روی کار آمدن دولت حسن روحانی وارد مرحله تازه‌ای شد ایران و کشورهای پنج علاوه یک پس از چند دور مذاکره سوم آذرماه 92 به یک توافق موقت دست یافتند اما موفق نشدند در مهلت تعیین شده به توافقنامه جامع و نهایی برسند آذرماه امسال مهلت مذاکرات برای یک دوره هفت تا تیر ماه تا تیرماه 94 تمدید شد دور تازه مذاکرات با گفتگوهای طولانی وزیران خارجه ایران و آمریکا در ژنو آغاز شد و توسط معاونان آنها ادامه یافت. مطابق توافقنامه موقت ژنو، ایران در برابر تعلیق برخی از تحریم‌ها، اعمال هایی را در فعالیت‌های هسته‌ای خود پذیرفت. خبرگزاری ایرنا صبح یکشنبه در گزارشی که از خلاصه سخنان آیت الله خامنه‌ای منتشر کرد از قول او نوشت ایران برای رسیدن به توافق توسعه ماشین های سازی تولید اورانیوم 20 درصد کارخانه عراق و فردو را فعلا متوقف کرده بنابراین طرف ایرانی منطقی عمل کرده اما طرف مقابل باچخایی می کند در متن کامل این سخنرانی که در پایگاه رسمی اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد این عبارت حذف شده است خامنه ای همچنین به بحث هایی درباره دو مرحله ای بودن توافق نهایی مطرح شده اشاره کرده و گفته با این پیشنهاد که ابتدا در مورد کلیات مذاکره و توافق شود و بعد درباره جزئیات موافق نیست او با اشاره به اینکه این روش بهانه‌گیری‌های های پی در پی در جزئیات را به همراه خواهد داشت تصریح کرده اگر توافقی انجام شود باید در یک مرحله و در بردارنده کلیات و جزئیات با یکدیگر باشد آقای خامنه در ادامه گفته است مفاد این قرارداد نیز باید روشن، واضح و غیر قابل تفسیر و تعویل باشد و مفاد توافق نباید به باشد که طرف مقابل که عادت به چانه‌زنی دارد در قضایای مختلف بهانه‌جویی کند. رهبر جمهوری اسلامی مدعی است عملکرد جمهوری اسلامی همواره مستدل و منطقی بوده و یکی از نمونه های آن را پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در جریان جنگ ایران و عراق ذکر می کند. او با توجه به این نمونه گفت نظام اسلامی در مذاکرات هسته ای نیز بر اساس منطق عمل می کند اما طرف مقابل هیچ منطقی ندارد و دنبال بی منطقی و با تکیه بر زور است. ماتنومیه 598 تیر ماه سال 66 برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق صادر شد. عراق این قطنامه را پذیرفت اما جمهوری اسلامی برخلاف ادعای خامنه ای در اقدامی که اغلب ناظران آن را غیر منطقی ارزیابی کردند از قبول آن خودداری کرد رهبر وقت جمهوری اسلامی بیش از یک سال از پذیرش قطنامه شورای امنیت که به معنای برقراری آتش بود خودداری کرد و زمانی که به دلیل مشکلات مجبور به این کار شد آن را به نوشیدن جام زهر تشبیه کرد آیا آوردن این مثال از سوی خامنه ای را باید به معنای آمادگی او برای سرکشیدن جام زهر عقب نشینی از برنامه های برانگیز هسته ای ایران دانست؟ آیت الله خامنه ای ادعا می کند تحریم ها بی تاثیر بوده و علت نشستن ایران پای میز مذاکره نیست. مؤسسه سرمایه گذاری بین که متشکل از بزرگترین مؤسسه‌های های مالی جهان است در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هسته ای کشتی شکسته اقتصاد ایران غرق خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید مذاکرات هسته‌ای با ایران به خوبی به جریان افتاده و در این مذاکرات پیشرفت قابل توجهی به دست آمده است. وی با این حال تاکید کرده که هنوز یک راه حل جامع و نهایی درباره این مسئله یا رسیدن به چشماندازی برای لغو تحریم‌ها علیه تهران به دست نیامده است. آقای پوتین در گفتگو با روزنامه مصری الاهرام که دوشنبه 20 بهمن ماه منتشر شده، بر ضرورت ادامه تلاش‌ها در این زمینه تاکید کرده است. رئیس جمهوری روسیه گفته هیچ کس نباید برای چیزی بیش از آنچه جهت رسیدن به راه متوازن و عادلانه برای این مسئله پیچیده نیاز است چانه زنی کند مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است مذاکرات میان ایران و آژانس طی اخیر پیشرفت محسوسی نداشته است یوکی آمانو که روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده بود تاکید کرده برای حل مسائل باقی مانده کارهای زیادی باید انجام شود به گفته طی هفته آی آینده باید نشستی در سطح مقامات ارشد میان دو طرف برگزار شود اگرچه هنوز تاریخ مشخصی برای آن تعیین نشده است آقای آمانو همچنین تصریح کرده ایران نمیتواند سوالاتی که در خصوص فعالیت های هسته را بی پاسخ بگذارد و این مسئله برای ایران یک گزینه محسوب نمی شود. سید رضا حسینی مقدم عضو سپاه پاسداران ایران در شهر سامر را کشته شد. گفته می شود او توسط افراد داعش هدف قرار گرفته است. پیشتر نیز یکی از اعضای ارشد سپاه در همین شهر توسط تکتیر اندازان گروه دولت اسلامی هدف قرار گرفت. سید رزا حسینی مقدم از اعضای ارشد سپاه پاسداران ایران روز شنبه 18 بهمن 7 فوریه در شهر سامرا کشته شده است. رسانه های ایران گزارش دادند که او برای مقابله با تروریست های تکفیری و داعش به شهر سامرا اعزام شده بود. خبرگزاری تصنیم نوشت سید رضا حسینی مقدم مستشار نظامی ایران در سامرا بود و توسط تکتیر اندازان داعش هدف قرار گرفته است. حسینی مقدم دومین مقام ارشد سپاه پاسداران است که ظرف چند هفته اخیر در عراق کشته شده است. حدود یک ماه و نیم پیش نیز سرتیپ پاسدار حمید تقوی در همین شهر هدف تکتیر گروه دولت اسلامی قرار گرفت. حمید تقوی از فرماندهان سپاه در جنگ 8 ساله میان ایران و عراق بود. رسانهای نزدیک به سپاه پاسداران از حسینی مقدم با عنوان سردار یاد کردند و به رده سازمانی او در سپاه اشاره ای نشده است. او از مجروحان جنگ 8 ساله میان ایران و عراق بود. جنگ هشت ساله میان ایران و عراق در سی که شهریور 1359 آغاز شد و پس از حدود هشت سال در مرداد 1367 خاتمه یافت. این جنگ بیش از یک میلیون کشته و صدها هزار زخمی بر جای گذاشت. سپاه پاسداران ایران به طور غیر رسمی و اعلام نشده در جنگ نیروهای دولتی و گروه های شیعی عراق علیه گروه دولت اسلامی مشارکت دارد. گروه دولت اسلامی از تابستان 2014 بخش های وسیعی از خاک سوریه و عراق را در کنترل خود دارد. مقام های جمهوری اسلامی می گویند حضور نظامی ایران در عراق تنها در چارچوب کمک های مشورتی و انتقال تجربه است. وبسایت خبری مشرق که از رسانه های نزدیک به سپاه محسوب می شود نوشته است، ایران از همان آغاز پیشروی های داعش در عراق نسبت به بسیج فوری نیروهای مردمی در این کشور اقدام کرد و شماری از جوانان ایرانی نیز به صورت داوطلب در جنگ با تکفیری ها و دفاع از مقدسات اسلامی به عراق رفتند. روز شنبه همچنین هویت ایرانی بازداشت شده در سوریه اعلام شد وبسایت شبکه خبری الجزیره نام این فرد را اماد شیرازی اعلام کرد و نوشت این ایرانی توسط گروه مسلح جبهه واحد شام در جنوب سوریه دستگیر شده است بنابر این گزارش که بخشهایی از آن را سایت خبری اصر ایران منتشر کرده اماد شیرازی جعفری سی ساله و متولد شهر قوم یک سال پیش به همراه 300 نفر به سوریه آمد. او پس از ورود به فرودگاه دمشق به مجموعه نظامی لشکر فاطمین پیوست. در این گزارش همچنین آمده است در مرحله دیگری وی و 900 فرد دیگر از جمله شهروندان عراقی، لبنانی و افغانی مسئولیت تأمین امنیت شهر شیخ مسکین را بر عهده گرفتند. مأموریت شخص اماد حفاظت از یک ایستگاه برخ واقع در بین دو شهر شیخ مسکین و ازرع بود. این شهروند ایرانی در حملات گروه مسلح جبهه واحد شام به منطقه شیخ مسکین در جنوب سوریه دستگیر شده است. گروه جبهه واحد شام از گروه های مسلح مخالف رژیم بشار اسد است. انگلا مرکل صدراعظم آلمان وارد آمریکا شده است. محور اصلی این سفر بحث و تبادل نظر با مقامات ارشد آمریکا در خصوص بحران اوکراین است. همزمان گزارشهایی منتشر شده است که میان کشورهای غربی اختلافاتی بر سر حل مسئله اوکراین بروز کرده است. آلمان مخالف ارسال سلاح و تجهیزات برای کمک به ارتش اوکراین است و تلاش دارد تا راه حل دیپلماتیک برای این قضیه پیدا کند. در حالی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحت فشار است. تا از اوکراین حمایت نظامی کند سفر خانم مرکل به آمریکا قبل از دیدار وی با رهبران فرانسه روسیه و, روسی و اوکراین است این نشست قرار است چند روز دیگر در مینسک پایتخت بلاروس برگزار شود اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده ملا عبدالرعو فرمانده داعش در افغانستان امروز با پنج تن از افرادش در یک عملیات نظامی کشته شده است. خبرهای دیگر حاکی از آن است که وی در نتیجه حمله هواپیمای بدون سرنشین کشته شده است. ملا رعوف یک فرمانده پیشین طالبان بود که اخیرا اعلام کرد به داعش پیوسته است. ملا عبدالرعوف اخیرا با انتشار ویدیویی با ابوبکر البغدادی رهبر داعش اعلام بیعت کرد و بغدادی نیز با ارسال پیامی بیعت او را پذیرفت این نخستین باری است که یک فرمانده داعش در افغانستان کشته می شود آمریکا ماهاست خواستار عملیات زمینی گسترده توسط نیروهای عراقی در مبارزه با دولت اسلامی است. همان کننده ویژه اطلاف بین المللی ضد دولت اسلامی اکنون اعلام کرده این عملیات طی هفته های آینده آغاز می شود. اردن می گوید جنگنده های این کشور طی سه روز گذشته پنجاب و شش مقر داعش از جمله پایگاه های آموزش نظامی این گروه تروریستی را منهدم کرد. بنابر گزارش خبرگزاری رسمی اردن، جان آلن، هماهنگ کننده ویژه ائتلاف بین الملی علیه دولت اسلامی، از عملیات زمینی گسترده علیه این گروه تروریستی خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری، آلن در مصاحبه روز یک شنبه 19 بهمن اعلام کرده که این عملیات در هفته های آینده آغاز می شود. ارتش عراق در این عملیات شرکت خواهد کرد و به نوشته خبرگزاری اردن از پشتیبانی نیروهای اطلاف برخوردار است. جان آلن در مصاحبه با خبرگزاری اردن هدف از این عملیات گسترده زمینی را بازپسگیری مناطق تحت کنترل دولت اسلامی اعلام کرده است. برک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم در ماه نوامبر سال گذشته خواستار عملیات زمینی علیه نیروهای گروه تروریستی دولت اسلامی شد. پشتیبانی نزدیک از هوا وعده ای بود که در ماه نوامبر اوباما به نیروهای عراقی در صورت عملیات زمینی داده بود جان آلن به آموزش نیروهای عراقی و دیگر گروه های مخالف دولت اسلامی اشاره کرده و تاکید می کند دولت آمریکا گزینه شرکت سربازان آمریکایی در درگیری های زمینی را همچنان رد می کند. اما مناطق تحت کنترل گروه تروریستی دولت اسلامی کوچک و کوچکتر می شوند. تا کنون کنترل یک پنجم از مناطق مسکونی تحت کنترل دولت اسلامی از دست این گروه خارج شدند. برای ائتلاف بین المللی ضد دولت اسلامی اکنون مسئله آزادسازی شهر موسل است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه ای با شبکه ان بی سی روز یک شنبه 19 بهمن اعلام کرد ائتلاف بین المللی ضد دولت اسلامی توانسته است 22 درصد از مناطق مسکونی در عراق و سوریه را بازپس بگیرد. به گفته کری، این بازپسگیری بدون عملیات گسترده نظامی صورت گرفته است. با این گفته وزیر امور خارجه آمریکا به معتقدانی که معتقدند آمریکا در نبرد و برخورد با داعش تعلل کرده است پاسخ می دهد. جان کری در این مصاحبه افزود آمریکا و همپیمانانش در مسیر درست برای ناتوان کردن و نابودی دولت اسلامی قرار دارند. وزیر امور خارجه آمریکا اثبات این ادعا را در واقعیت هایی می داند که به گفته او انهدام بخش مهمی از هستی رهبری این گروه و کانال های ارتباطی آن را در بر می گرد. آقای کری در این مصاحبه به سوزاندن خلبان جوان اردنی اشاره کرده است و معتقد است که این حرکت دولت اسلامی ائتلاف بین ضد این گروه تروریستی را مصممتر از پیش کرده است. اردن هم بخشی از این اعتلاف است. اردن چند روز پیش به تلافی قتل خلبان جوانی که در دست نیروهای دولت اسلامی اسیر بود، عملیات گسترده ای را علیه این گروه آغاز کرد. نیروی هوایی اردن اعلام کرده است که طی سه روز گذشته، 56 حمله هوایی به مواضع دولت اسلامی در شمال شرق سوریه داشته است. سلشکر منصور صالح جبور فرمانده نیروی هوایی اردن روز یکشنبه 19 همه بهمن ماه اعلام کرد جنگنده های این کشور طی سه روز گذشته 56 مقر داعش از جمله پایگاه های آموزش نظامی، مخازن و انبارهای مهمات، ایستگاه های سوخت و پناهگاه های اعضای این گروه تروریستی را با خاک یکسان کردند. نیروهای اعتلاف ضد دولت اسلامی به رهبری آمریکا از پایان تابستان تا کنون 2332 عملیات هوایی علیه مواضع دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام دادند. در عراق هم اکنون پیشمرگه های کرد و نیروهای نظامی این کشور در درگیری های زمینی در حال پیشروی در مناطق تحت کنترل دولت اسلامی هستند. جبار یاور مدیر کل وزارت پیشمرگه منطقه کردستان عراق چند روز پیش در گفتگوی با خبرگزاری آلمان از عملیات نظامی با درگیری های سنگین در شهر موسل در شمال غرب عراق خبر داد. بر پایه گزارشهایی که پورتال خبری کرد زبان روداو منتشر کرده است، نیروهای دولت اسلامی در پی این عملیات تخلیه مرکز شهر را آغاز کردند. موسل بزرگترین شهری است که تاکنون به اشغال نیروهای دولت اسلامی درآمده است پس از اشغال این شهر در ماه جوان سال 2014 این گروه تروریستی مخالفان و همچنین اعضای اقلیت‌های دینی بسیاری را به طرز بیرحمانه و خشونتباری به قتل رساند حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مراسم جایزه کتاب سال در تهران با انتقاد از شرایط ممایزی کتاب خواستار واگذاری نظارت نشر به ناشران نویسندگان و اساتید برجسته شد آقای روحانی پرسیده اگر کتابی چاپ و خوانده شد آیا باید دوباره برای چاپ دوم از هفت خان عبور کند بیشتر نیز علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کتاب سال گذشته گفته بود امکان واگذاری ممیزی کتاب به برخی از ناشران وجود دارد اظهارات رئیس جمهوری ایران در انتقاد از ممیزی کتاب با افزایش فشار تندروها بر او همزمان شده است نمایندگان محافظه کار در مجلس و همچنین برخی از مراجع مذهبی گفتند از رویه فرهنگی دولت راضی نیستند علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز پیشتر گفته بود مسئولان حوزه کتاب در دولت روحانی بیملاحظه هستند روابط عمومی سپاه پاسداران اظهارات فرمانده سابق سپاه استان تهران درباره قطع نخاع شدن بیش از 830 نفر در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را تکذیب کرد. رمضان شریف روز یکشنبه گفت این آمار شامل تمامی مصدومان و مجروحان هشت ماهه اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 88 است. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از حسین حمدانی فرمانده سابق سپاه استان تهران خبر داده بود بیش از 830 نفر در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات 88 قطع نخواه شدند منابع نزدیک به رهبران جنبش سبز پیش از این از کشته شدن حداقل 72 نفر و مجروح شدن شدید حداقل 160 نفر در جریان راهپیمایی‌های اعتراضی در این سال خبر داده بودند گزارش ها حاکی که تمامی ادارات 11 شهرستان استان خوزستان روز یکشنبه شنبه 19 بهمن ما به دلیل بروز پدیده گرد و غبار تعطیل شد. در همین زمینه مدیر کل آموزش و پرورش استان خوزستان نیز گفته است مدارس نوبت صبح همه مقاطع تحصیلی در احواز و 11 شهرستان دیگر در استان خوزستان روز دوشنبه به علت آلودگی هوا تعطیل است. ناصر سودانی نماینده احواز در مجلس گفته است دستگاه های سنجش آلایندگی از کار افتاده و به دلیل حجم بالای آلودگی دیگر پاسخگوی سنجش و اندازگیری شدت گرد و غبار نیست زیرا این پدیده به حد اکثر قلزت رسیده است کاهش بارندگی در استان خوزستان و خشکی طالاب ها در مرز ایران و عراق از جمله دلایل بروز پدیده گرد و خاک در خوزستان و استان های همجوار به شمار می روند. ترک کنفرانس امنیتی مونیخ توسط وزیر خارجه ترکیه واکنش مقامات اسرائیلی را به همراه داشت. ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در واکنش به این اقدام ترکیه گفت نمیداند چطور این موضوع را باید ارزیابی کرد. بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه و جزئیات بیشتر. به نظر میرسه روابط سرد ترکیه و اسرائیل روز به روز سرتر میشه این مسئله رو میشه در موضع های رهبران دو کشور به خوبی دید انصراف وزیر خارجه ترکیه از حضور در کنفرانس امنیت مونیخ تنها به دلیل اینکه هیئتی از اسرائیلی ها هم در اون کنفرانس حضور داشته واکنش مقامات اسرائیل رو به همراه داشت روز گذشته لیبرمن وزیر امور خارجه اسرائیل گفت این اقدام ترکیه فقط این موضوع رو نشون میده که تا چه اندازه اصخایی ما از این کشور بابت حوادث کشتی ماوی مارمارای اشتباه بوده وزیر خارج اسرائیل با ناامیدی از بهبود روابط میان اسرائیل و ترکیه گفت تا زمانی که ترکیه تحت رهبری رجب طیب اروان و یارانش است نباید به بهبود روابط میان دو کشور امید داشت لیبرمن در واکنش به سیاست های اخیر دولت ترکیه حتی گفته در شرایط کنونی هدف رهبران ترکیه ضربه زدن به منافع اسرائیل هست و ما باید در این زمینه موزگیری مناسبی داشته باشیم اما هر چقدر اقدام مالود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه برای مقامات اسرائیلی ناراحت کننده بود در آن سو لبخند رضایت رو بر لبان رهبران حماس نشان تا جایی که بلا فاصل سازمان حماس در این رابطه بیانیه ای صادر کرد و از تصمیم وزیر خارجه ترکیه قدردانی کرد و گفت این اقدام نشان میده که ترکیه در کنار مردم فلسطین ایستاده خود آقای چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه هم در این باره گفت که من قصد شرکت در این نشست رو داشتم اما هنگامی که متوجه شدم هیئتی از اسرائیل هم به این نشست دعوت شده تصمیم گرفتم در این کنفرانس شرکت نکنم اما رابطه دو کشور ترکیه و اسرائیل میدونیم پنج سالی است که تیره شده سال 2010 اسرائیل به یک کشتی حامل کمک های انسان دوستانه ترک که به سمت غزه حرکت میکرد حمله کرد که منجر به کشته شدن ده شهروند ترکیه شد موضوعی که باعث تنش در روابط دو کشور شد البته در طی پنج سال گذشته تلاش های زیادی صورت گرفت تا روابط آسیب دیده دو کشور اسرائیل و ترکیه بهبود پیدا بکنه حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با پادرمیانی امریکا بابت این حادثه از ترکیه پوزش خواست و اسرائیل قرامتی هم برای بازماندگان این حادثه تنگ کرد اما همه این تلاش ها هرگز باعث نشد تا دو متحد دیرینه بار دیگه در کنار یکدیگر بیستند دولت عراق مقررات منع رفت آمد شبانه در بغداد را بعد از گذشت بیش از یک دهه لغو کرد با لغو منع تردد در نخستین دقایق بامداد یکشنبه به وقت محلی تصاویری از شادی مردم در خیابانهای بغداد در شبکه های اجتماعی منتشر شد هیدر hey, عبادی نخست وزیر عراق هفته قبل اعلام کرد میخواهد با لغو مقررات منع تردد شبانه جریان زندگی در بغداد را به حالت عادی بازگرداند تحلیلگران میگویند تصمیم نخست وزیر عراق برای لغو مقررات با این هدف انجام شده که شهروندان قانع شوند تهدیدی از سوی گروه تروریستی داعش متوجه بغداد نیست با این حال روز شنبه انفجار بمب در دو نقطه از بغداد ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید جمعآوری دیشهای ماهواره نتیجه بخش نیست و هرجا دیشهای ماهواره جمعآوری میشود دو روز بعد برمیگردد او همچنین مخالفان اصولگرای دولت را به حاشیه سازی متهم کرد علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی شامگاه شنبه 18 بهمن در سخنانی در گرمسار درباره آسیبپذیری فرهنگی جوانان گفت باید با موسون سازی فرهنگی جوانان کشور را به حد اقل برسانیم او جمعوری دیشهای ماهواره‌ای از پشت بام خانه ها را که زیر نام مبارزه تهاجم فرهنگی بیگانگان انجام میگیرد بینتیجه خواند و گفت نمی توانیم تمام دیش های ماهواره را از روی بام ها جمع کنیم و نمی شود شبکه های اجتماعی را به طور کامل بست. علی جنتی افسود هر جا دیش های ماهواره را جمع کردیم دو روز بعد دیش ها برگشت و انگار فقط برای کار و کاسبی نصاب ها دیش ها را جمع می کنیم. آقای جنتی گفت امروز قدرت های جهانی برای تمام کشورها نقشه دارند و به بهانه جهانی شدن میخواهند تمام ملت ها شبیه خودشان شوند یعنی حتی زبان و نوع لباس پوشیدن کشورهای جهان سومی مثل آنها شود جنتی افسود چاره جز این نداریم که از نظر فرهنگی و دینی جوانان کشور را در برابر مسائل سوء فرهنگی واکسینه کنیم قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ده سال پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. این قانون می گوید ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع است و وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمعوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام نماید. در ده سال گذشته نیروی انتظامی در نوبتهای مختلف با ورود به بام خانه ها دیشهای را جمع کرده است. در اواخر دولت محمود احمدی نژاد این مأموریت به مأموران یگان ویژه نیروی انتظامی سپرده شد که علاوه بر پشت بام ها با ورود به خانه های شهروندان از طریق هلیبورد دیش‌های ماهواره را از روی تراس و بالکن ها جمع می کردند. وزیر ارشاد دولت حسن روحانی از آن می کند که هیچ یک از این اقدامها ها نتوانسته مانع از استفاده مردم از ماهواره و شبکه های تلویزیونی خارجی شود. علی جنتی سال گذشته در نخستین روزهای تصدی پست وزارت فرهنگ و ارشاد عنوان کرد که بیش از دو سوم تهرانی ها از ماهواره استفاده می کنند. آقای جنتی گفت در گذشته برخی اقدامات در کشور انجام می شد که امروز خنددار به نظر می رسد. کاری نکنیم که پنج سال دیگر به کارهای خود بخندیم. ذریب استفاده از ماهواره 71 درصد مردم تهران را شامل می شود. رسیدگی به این موضوع ضرورت عرصه علم و فناوری روز است که باید ببینیم با آسیب این شبکه ها چگونه مقابله کنیم. وزیر ارشاد همچنین با اشاره به بینتیجه بودن پارازیت اندازی روی شبکه های محوره گفت در آینده نزدیک 2000 شبکه ماهواره ای روی تلفن های همراه به آسانی قابل دریافت خواهد بود آیا برای مقابله با این پیشرفت ها هم از پارازیت استفاده خواهیم کرد یا راهکارهای دیگری داریم علی جنتی همچنین در سخنرانی دیگری به آنچه حاشیه سازی علیه دولت خاند نیز واکنش نشان داد در روزهای گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد زیر فشار موجی از حملات رسانه های اصولگرا به دلیل انتشار آلبوم موسیقی تورا بوم و بر دوست دارم قرار داشت نوری همدانی، مکارم شیرازی و جعفر صبحانی سه مرجع تقلید قوم در مورد صدور مجوز به این آلبوم توسط وزارت ارشاد اعتراض کردند. آیت الله جعفر صبحانی نیز از وزیر فرهنگ و ارشاد انتقاد کرد که چرا مجوز تکخانی زنان را صادر کرده است. جعفر صبحانی حتی پا فراتر گذاشت و علی جنتی را به صدور فتوا درباره تکخانی زنان متهم کرد. او گفت: بنده بسیار گلمند هستم که فرزند یک روحانی فتوایی درباره تکخانی بانوان می‌دهد. وزارت ارشاد اما می‌گوید این آلبوم تکخانی زن نیست. جنتی روز جمعه گفت آلبوم تو را ای کهن بوم بر دوست دارم توسط محسن کرامتی و نوشین تافی همخانی شده و در واقع تکخانی نبوده است. علی جنتی همچنین درباره حاشیه سازی های مخالفان دولت گفت من در هجده ماهی که در وزارت فرهنگ و ارشاد هستم احساس می کنم مجموعه هایی هستند که قاعدتا این دولت دولت منتخب آنها نیست و آنان کاندیدای دیگری دارند که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز نشده است. تمام تلاش آنان این است که با دولت در حوزه های مختلف فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاست خارجی مقابله کنند و حتی برای این منظور اتاق عملیاتی را تشکیل دادند و به دنبال آن هستند تا با دولت در زمینه هنری مقابله کنند. وبسایت اصر ایران در تحلیلی زیر عنوان جریان دروغ سم مهلک نظام انقلاب و کشور در واکنش به اظهارات چند مرجع تقلید نوشت مراجع تقلید و نیروهای مذهبی در این ماجرا فریب خوردند. به نوشته این وبسایت جریانی با دروغسازی قصد دارد وزارت ارشاد و در نهایت دولت حسن روحانی را تضعیف کند. اصر ایران از مراجع تقلید خواست که خبرها را از مبادی رسمی و قابل اعتماد بررسی کنند تا از آسیبهای جریان دروغ در امان بمانند. در پی کشته شدن دستکم 22 نفر از هواداران فوتبال در قاهره مقام های مصری کلیه رقابت های باشگاهی مصر را معلق کردند. هنوز علت دقیق مرگ این افراد معلوم نیست اما برخی شاهدان میگویند عده هنگام یورش مردم زیر دست و پا له شدند. پیشتر مقام های قضایی مصر گفتند این 22 نفر در درگیری میان هواداران فوتبال و پلیس در بیرون ورزشگاهی در قاهره پایتخت کشته شدند. در ماه فوریه 2012 نیز در خشونت های پس از یک بازی فوتبال در پورت سعید بیش از 70 نفر کشته شده بودند. اما آخرین خبر اینکه که قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است از یک میلیون و هزار معتاد شناسایی شده در کشور 26 درصد آنها روانگردان مصرف می کنند. به این ترتیب میزان مصرف کنندگان روانگردان در ایران از 5 درصد معتادان به 26 درصد رسیده است. علی جزینی گفته اکنون 2100 سازمان مردم نهاد در حال فعالیت در زمینه کاهش آسیب و پیشگیری و درمان ایتیاد هستند و افزوده بعد از سه سال در کمیته قضایی مجموعه تشخیص مصلحت نظام سه فهرست از داروهای اعتیاد تصویب و مجازات آنها نیز مشخص شده است با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش iran to its advantage in